سلام، عرض ادب دارم خدمت شما همراهان عزیز مجموعه آموزش ساده بورس. من محسن هستم و در یک قسمت دیگه از سری ویدیوهای تحلیلی هفتگی سهام بورس تهران در انجمن خبرگان سرمایه گذاری ایران، ما در این ویدیوها اخبار در سه پارت دنبال میکنیم. در پارت اول مروری داریم بر اخبار مهم هفته گذشته و تأثیراتی که بر تمامی بازارها میتونه بذاره، و در پارت دوم مروری داریم بر پورتفولی که معرفی کردیم، سهمایی که در ویدیوهای گذشته معرفی کردیم، اگر فروشی داشته باشیم، اگر جابجایی حد ضرری داشته باشیم مدیریت میکنیم پورتفولمون رو، و در پارت سوم هم چارت‌های جذاب هفته رو تحت قالب سیگنال رایگان معرفی میکنیم خدمت عزیزان که ازش استفاده لازم رو ببرن، و در نهایت هم گزارش جذاب مینا خانم رو داریم از سهام منتخب. بریم سراغ بدون فوت وقت بریم سراغ پارت اول گزارش، مروری داشته باشیم بر اخبار مهم هفته گذشته. خب هفته گذشته دیگه بحث تداوم عرضه خودرو در بورس کالا لغو شد و مانع از این مهم شد، دیگه زور شورای رقابت چربید و این عرضه ها لغو شد. ما در هفته گذشته شاهد عرضه حتی وانت هم بودیم، اما دیگه وانت هم فعلا وانت کارا تک کابین دو کابین بهمن موتور دیگه حتی اطلاعیه این وانت هم نمیاد، دیگه باید منتظر باشیم دیگه. به نظر میاد که این بار دیگه هیچ نامه ای نخواد بزنم واسه عرضه مجدد و برای همیشه لغو شده باشه. خبر بعدی که اومد، خب این خبری که حالا اومد بحث لغو عرضه در بازار خودرو میتونه تأثیر بذاره دیگه، چون بحث تنظیم عرضه و تقاضا است. عرضه خودرو در بورس کالا یکی از روش‌های عرضه بود، یکی از روش‌های عرضه بود که میتونست پاسخگو باشه با وجود اینکه قطره چکونی بود اون حجم عرضه، اما میتونست پاسخ بده و تا حدودی موجب کاهش قیمت بشه اگر تداوم داشت، اما خب جلوی این عرضه رو گرفتن و خب این میتونه تأثیر منفی بذاره بر بازار خودرو. و خب حالا ما در انجمن خبرگان سرمایه گذاری به صورت مفصل بازارها رو بررسی میکنیم، بازار خودرو هم یکی از این بازارهاست، و خب گفتیم تو این هفته که عزیزانی که اگر به قصد مصرف هست قطعا خریدشون رو زودتر انجام بدن. به هر حال ممکنه با هر خبری دلار روند افزایشیش رو مجددا در پیش بگیره و با افزایش قیمت دلار هم مجددا قیمت خودرو افزایشی بشه. اینها خبرهای بدی هست برای بازار خودرو و میتونه تأثیر بذاره. یه خبرم خیلی دیر منتشر شد و این قدرت رانت رو نشون داد، نامه‌ای که 17 اردیبهشت ماه زده شد اما بعد از مدت محسوس، مدت قابل توجهی، یک ماه و نیم منتشر شد این هفته، و حالا خیلی ها چسبوندن به اینکه دلیل ریزش بورس همین موضوع بود. بحث سقف خوراک گاز خوراک بود که 7000 تومان تعیین شد. حالا بحث زیاد هست سر این موضوع، آقای خاندوزی هم امروز اومد یه صحبتی داشت مبنی بر اینکه این قرار هست سقف نرخ گاز خوراک در نظر گرفته بشه و نه اینکه نرخ قطعی 7000 تومان. این دو کاملا تأثیرهای متفاوتی بر بازار، بر صنایع میذارن، بر متانول سازا و گلوکوز سازا میتونن بذارن که باید شفافتر بشه که این به چه صورت هست. اما خب این خبر بدی بودش که منجر شد به نزولی شدن بازار و اعتمادی که از بین رفت، اعتماد سهامدار خوردی که از بین رفت، و برگشت این اعتمادها برای مثبت شدن بازار کمی زمان بر هست. حالا این نامه ها میتونه، خب این خبرهای بدی هست که حالا تأثیر گذاشت بر روی بازار، و باید ببینیم که در هفته‌های آینده شفافتر بشه. اگر نرخ قطعی باشه 7000 تومان تأثیر بسیار منفی بر صنایع شرکت‌های متانول ساز و اورساز میتونه بذاره، اما خب اگر سقف گاز خوراک 7000 تومان باشه زیاد تأثیر منفی آنچنان نمیتونه داشته باشه. و خب مهمترین بحث دیگه هم
تغییر نرخ ارز محاسباتی فرورده ها بود که از 28500 به 38000 تومان بود، که خب خبر خوبی بود، یه جورای دلار بورسی بود که افزایش پیدا کرد و خب میتونست باعث افزایش سوداوری شرکت فرورده نفتی باشه، اما خب باطل شد روز بعدش. قشنگ دیگه این اخبارهایی که میاد و میره تنها هدفش و تنها کاری که میکنه اعتماد رو از بین میبره و نوسانی که گرفته میشه و اعتمادی که از بین میره و برگشتش بسیار سخت هست. فعلا همون 28500 هست نرخ ارزی که برای فروردهای نفتی محاسبه میشه و باطل شد و این هم یک جو منفی برای این گروه ایجاد کرد. اما حالا فعلا باطل شد دیگه، فعلا باطل شد، چیزی که باطل شد نمیتونیم راجع به صحبت بکنیم و همچنان با همون نرخ 28500 محاسبه میشه. یه خبر دیگه هم راجع به صندوق های بورسی اومد هفته گذشته. سازمان بورس دیگه در ابلاغیه اومد و فعالیت صندوق ها رو در بازار آپشن ممنوع کرد، فعالیت جزئی تر بخوام بگم فعالیت صندوق های درآمد ثابت رو در بازار آپشن ممنوع کرد. طبق این اطلاعیه دیگه صندوق هایی که درآمد ثابت هستن مجاز نیستن که بیان و در بازار اختیار معامله موقعیت بگن و فعالیت بکنن. خب خیلی از صندوق ها این کار میکردن و خب این باعث میشه که عمق اون بازار کم بشه و این هم خبر بدی هست برای اون بازار، بازار نوپایی که تازه داره جون میگیره و عمق زیادی هم نداره. اما حالا این محدودیت هم گذاشتن، صندوق هایی که موقعیت داشتن تا حداکثر ظرف 6 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون باید نسبت به بستن تعیین تکلیف شدن موقعیت اختیار معاملهشون اقدام بکنن. بریم سراغ پارت دوم. خب هفته گذشته بازار رنج بود، اتفاق خاصی نیفتاد به جز منفی که خورد، برای سهممون هم اتفاق خاصی نیفتاد، یعنی هیچ سهمی نه تیپی خورد نه استاپ خورد، فعلا در روندشون هستن، ما هم همچنان باهاشون هستیم. برای پارت سوم که حالا چارتای جذاب هفته هست، مرور داریم بر سهمایی که در واقع سیگنالایی که هفته گذشته دادیم با تاریخشون، مرور داریم ببینیم الان کجان وارد تریگر صادر شد نشد، وارد شدیم نشدیم، یه مرور داریم بر این 4 5 تا نما، چون تعدادشون زیاد شد و هیچ کدومشون هم سیگنال نداد، گفتم این هفته بیام و از همون نمات ها مجددا بذارم برای عزیزانی که برای اولین بار هست میبینن تو واشلیستشون داشته باشن و در صورت مشاهده سیگنال وارد بشن. اولین نمات نماد قنوش هست برای شرکت نوش مازندران که صنعت غذایی هست. در ویدیوی منتهی به هفته منتهی به 27 اردیبهشت ماه سال 402 معرفی کردیم خدمت عزیزان. انتظار داشتیم بیاد پایین تر، اما بیاد پایین تر، حالا ما میگم جای خوبی برای استاپ نداریم، یه مقدار شاید الان خریدش کم ریسک باشه اما جای خوبی برای استاپ نداریم. نماد هم ریز ریز بالا رفت، حالا نزدیک مقاومتش هست، بهترین جای خریدش الان یه مقدار خیلی هم شبیه به موج بی شده، یا بیاد این A B C خودش رو تکمیل بکنه، همین نواحی حالا یکم پایین تر بتونی وارد بشیم با استاپ این کف، یا اینکه اگر همینجوری بخواد بره چون موقعیت مناسبی برای رعایت حد ضرر نداریم ولش میکنیم، رهاش میکنیم، هر چقدر که نماد خوب باشه اما بخواد مدیریت سرمایه ما رو زیر سوال ببره، ما طبق اصولی که داریم واردش نمیشیم و میذاریمش کنار و نماد خوب هست. این نماد اول بود، فعلا باید منتظرش باشیم، میتونید تو واچ لیست داشته باشید، نماد بسیار بازیگر محوری هست، باید ببینیم که اگر پایین اومد خب در صورت مشاهده سیگنال میتونیم در این نواحی ناحیه 1200 تومان 1100 تومان وارد بشیم با حد ضرر 1000 تومان 950 تومان، باید سر بکنیم ببینیم چی میشه. نماد بعدی نماد فرابورس هست، یکی از فراکابی های دوست داشتنی فرابورس ایران، که این نماد هم مدت هاست خودم در این ناحیه منتظر سیگنال هستم، باید یک فشرده سازی رو صورت داده اینجا، حالا شکست این مثلث، شکست این خط روند، یه کندل خوب، یه سیگنال خوب از تابلو میتونه تریگر ما رو برای ورود فعال بکنه. این نماد رو هم 3 خرداد معرفی کردیم، دقیقاً یک ماه پیش تو همین ویدیو معرفی کردیم، میگم چون بازار رنج بود سیگنال خاصی هم نداد مبنی بر ورود، همچنان تو واچ لیست ما هست. این نماد رو هم بذارید تو واچ لیستتون اگر حالا عزیزانی که اون ویدیو هفته 3 خرداد رو ندیدن یا اولین بارشون هست کلا ما رو دنبال میکنن،
حواستون باشه به این نماد، اگر سیگنال داد این نماد هم پتانسیل رشد تا 1800 تومان و در صورت شکست تا 3000 تومان رو هم داره، حتی با حد ضرر ناحیه 1200 تومان دیگه. این کف خوبه، یعنی استاپش زیاد بزرگم نمیشه، حجم خوبی به ما میده. نماد بعدی نماد ددام هست، زاگروس فارمد پارس از صنعت دارویی که 10 خرداد ماه معرفی کردیم. این نماد رو در این نواحی بود انتظار داشتیم موجسی خودش رو بده، مثلا بیاد پایین تر ناحیه 1300 تومن 1200 تومن، اینجاها بتونیم با این کف مثلا خرید بکنیم، خیلی خوب میشد. اما نه، فعلا همجوری داره میره بالا. نمیدونم، شاید قرار باشه مثلث بزنه، باید صبر بکنیم. این نماد رو هم باید تو واچیس داشته باشیم، صبر بکنیم. نماد خوبی هست، باید صبر کنیم. فعلا ناحیه رو بی اعتبار کرده. چیزی که الان مشخص هست اینه که این ناحیه بی اعتبار شده، یه موج مستقل اینجا داده و الان تو فاز اصلاحی خودش هست. باید صبر کنیم، شاید این اصلاح مثلث بشه، شاید بخواد فلت بده، باید رصدش بکنیم. حالا اینو هفته‌های بعدی هم اگر وارد بشیم حتما خدمت عزیزان اطلاع‌رسانی میکنم. از طریق این ویدیو حتما دنبال بکنید ما رو، که از طریق یوتیوب، از طریق آپارات، از طریق کانال تلگرام که این ویدیوها منتشر میشه حتما دنبالمون بکنید. و پارت دوم که بحث مدیریت پورتفو هست، همین اتفاقات اگر اتفاقی بیفته، وارد بشیم خارج بشیم، میگیم در پارت دوم، دنبال بکنید تا جا نمونید از این سیگنال ها. نماد بعدی هم نماد پترول هست که در ویدیو 17 خرداد ماه معرفی شد. این هم در همین نواحی بود، یه چرخشی داشت، منتها چرخشش قوی نبود، اون سیگنالی که میخواستیم قوی نبود، همچنان تو واچ لیستمون هست، وارد نشدیم. کف قوی نداریم برای استاپ، باید منتظر چرخش خوب باشیم، منتظر چرخش خوب باشیم. من عقیدم این هست ما دیرتر بخریم 10% جا بمونیم، اما از خریدمون خیالمون راحت باشه از اینکه بخواد استاپ بخوره یا مورد دیگه ای. برای فعلا باید صبر بکنیم. پترول هم نماد خوبی هست، باید صبر بکنیم، اصلاحش رو تمام بکنه، شاید بخواد کف بزنه، شاید تا 94 تومن بیاد، 95 تومن بیاد، باید صبر بکنیم. این نماد رو هم همچنان تو واچ لیستمون داریم. نماد بعدی هم نماد و ملل هست که در 20 ویدیو هفته متعیب 24 خرداد ماه معرفی شد در کانال، هفته منتهی به 24 خرداد. حالا این ویدیو 2 روز بعد منتشر میشه، حالا احتمالا اگر بخواید طبق تاریخ کانال برید پیش برید، احتمالا مثلا 26 خرداد در کانال منتشر شده. که این نماد هم چرخش خاصی نداشته، ناحیه متی، دو تا ناحیه متی خوبی داره اینجا، باید ببینیم از این ناحیه های چرخش داره یا نه. نماد گفتم، این نماد اگر خرید کم ریسک میخواید بکنید، چون یه جورایی ناحیه مقاومتی 450 تومن فیک بریک شده و این شکستی که اینجا شده فیل شده و برگشته مجدد زیر مقاومت، میبینید اینجا دوبارم تلاش کرده برگرده ولی هر دوباره این مقاومت مانع شده و نتونسته برگرد بالای مقاومت. خرید کم ریسکش تو همون ویدیو هم گفتم، اینکه صبر کنید بیاد قشنگ بالای مقاومت، تو پول بک ها وارد بشید برای اهداف 515، 610 تومان و 680 تومان که خرید کم ریسکی محسوب میشه. اما نه، اگر که میخواید پر ریسک خرید بکنید، خب اینجا رو یکی از این نواحی 61.786، 330 تومان، 340 تومان، 350 تومان چرخشی رو اگر دیدید، چرخش قوی، سیگنال خوب از تابلو، میتونید در واقع وارد بشید و با حد سود 610 تومان و حد ضرر این کفی که میسازه میتونید وارد بشید. نماد آخر هم نماد هیافرین هست که هفته گذشته معرفی شد. این نماد هم چرخش خاصی نداشت، رنج شده، سیگنال خاصی نداده، به نظر میاد که از دست بده. عرض کردم در ویدیو ممکنه هفته گذشته عرض کردم ممکنه بیاد پایین تر تا این ناحیه هم بیاد، 330 تومان هم بیاد جذاب تر میشه برای خرید. با صبر بکنیم، یه چرخش خوب، یه سیگنال خوب ببینیم و بعد مجددا وارد بشیم. این از 5 6 تا سیگنالی بودش که تو واچ لیستمون بود در هفته گذشته معرفی شد و هیچ کدوم وارد نشدیم، به دلیل اینکه سیگنال نداد هیچ کدوم وارد نشدیم. 4 تا جذابی هستن، میتونید بذارید تو واچ لیستتون. ما حالا تمامی نمادهایی که عرض کردم خدمتتون میتونید تو بخش 300 سهم بیاید و تو بخش 300 سهم مجموعه آموزش ساده بورس میتونید بیاید و آخرین اطلاعیه ها، آخرین گزارشاتش رو چک بکنید، مورد بررسی قرار بدید از طریق مراجعه به
زبانه 300 سهم. بذارید من تصویرم رو شیر بکنم. تمامی این نمادها و نمادهایی که از طریق مراجعه به سایتمون به نشانی آموزش خط تیر بورس دات کام زبانه سیگنال مشاوره بخش تحلیل 300 سهم بورس تهران، علاوه بر این سهم ها به تمامی سهم های پورتفوی خودتون 300 سهم منتخب بورس تهران دسترسی دارید. به آخرین اطلاعیه ها، آخرین تحلیل تکنیکال، آخرین گزارشات ماهانه، آخرین وضعیت سهم مد نظرتون که میتونید به شدت پرکاربرد هست و میتونید برای اصلاح سواد ازش استفاده بکنید. حتما از این بخش استفاده بکنید. دسترسی رایگان برای شما عزیزان باز هست. با ثبت نام با عضویت رایگان در سایت میتونید به این محتواها دسترسی داشته باشید. امیدوارم مفید بوده باشه براتون ویدیو این هفته. من میکروفون رو میسپارم دست مینا خانم، ببینیم مینا خانم برامون این هفته چی آورد. از طرف من فعلا خدا نگهدار. به نام خدا، سلام و وقت بخیر خدمت همراهان عزیز کانال تلگرامی مجموعه ارته. تشکر دارم از آقا محسن بابت اطلاعات بسیار عالی که در اختیار ما قرار دادن. من با آپدیت اطلاعات سهام بازار سرمایه در خدمت شما هستم. چارت مارون رو ملاحظه می‌فرمایید که طی مدت اخیر به دلیل تعطیلاتی که برای اوورهال میگذروند تولیدش بسیار کاهشی بود و به همین منظور هم تحت جو روانی بازار و هم به خاطر کاهش تولیدات ناشی از اوورهال باعث در واقع افت 72% درآمد نسبت به ماه قبل در خرداد ماه شد. نکته‌ای که وجود داره این هست که در حال حاضر قیمت مارون به یک محدوده حمایت پیارزت داره نزدیک میشه، هم از تلاقی خط روند بلند مدت، هم کف کانال سعودی میان مدت و هم قله تاریخی شکسته شده که به لحاظ شرایط پرایس اکشنی قله دره های زیادی و تراکم قیمت توی این ناحیه زیاد انجام شده و انتظار داریم که قیمت مجددا یک واکنش قیمتی رو توی این ناحیه داشته باشه، توی ناحیه عدد روند 170 هزار ریال که توی اون ناحیه مجددا میشه برای نوسانات کوتاه مدتی این نماد رو زیر نظر داشت. چون خیلی پرنوسان حرکت میکنه و انتظار رفتار شارپی رو از این نماد نداریم. پس اگر که سهامدار این نماد هستید بدونید که به پایان اصلاح خودش داره نزدیک میشه و اگر هم قصد ورود به این نماد رو دارید حتما روی ناحیه 170 هزار ریال این سهم زیر نظر داشته باشین. واکنش قیمت روی این ناحیه بسیار با اهمیت است. اگر این شکست انجام بشه و این حمایت از دست بره که یک سناریوی بدبینانه است، احتمالاً فشار فروش روی نماد زیاد میشه و اصلاح قیمتی عمیق‌تر خواهد شد. البته یک سناریوی بدبینانه است و محتمل است که توی همین ناحیه قیمت بیسش رو انجام بده. و نماد بعدی مربوط میشه به چارت گروه گسترش نفت و گاز با نماد پارسان که یک پورتفوی داره از صنعت شیمیایی و نفتی، سهام شبریز، شیراز، خراسان، کرمانشاه، شبندر، شبریز، شیراز، پارس و زاگرس داخل پورتفوی بورس این شرکت هستن و نسبت بهای تمام شده ارزش پورتفو 2120% رشد داشته و در حال حاضر هم روی نسبت 66% پی بی ان ای وی داره معامله میشه که زیر ارزش ذاتی این سهم هست و انتظار داریم که این نماد تا ناحیه حمایتی 30000 ریال به اصلاح خودش ادامه بده. شکار قیمت توی این ناحیه بسیار با اهمیت هست، اما اگر که تحت جو روانی بازار این حمایت از بین بره که یک سناریوی بدبینانه است و غیر و احتمالش این که خیلی ضعیفه که این سناریو اتفاق بیفته، اگر این حمایت 30000 که یک عدد روندی هست رو از دست بده، یک ناحیه پرتراکم از برخوردهای قیمت که به لحاظ تاریخی 2-3 سال اخیر واکنش‌های زیادی رو داشته، اگر این سطح رو از دست بده در واقع انتظار داریم که تا ناحیه حمایتی 23000 ریال هم به اصلاح قیمتی خودش ادامه بده. علی با تعجب بنیادیش انتظار میره که قیمت توی همین ناحیه تثبیت بشه و مجددا یک برگشت قیمتی رو داشته باشه تا سقف قله تاریخی ناحیه 50000 ریالی. نماد بعدی هم سهم و به ملت هست که جزء مثل نماد قبلی جزء نمادهای پرپتانسیل بازار سرمایه است و الان هم خبر افزایش سرمایه 142% از سود انباشته رو داره که خبر خوبیه برای این شرکت
هم مشارکت درش خیلی کم ریسکه چون زیر 200% همین که از محل سود انباشته است. علت انجام افزایش سرمایه‌اش هم به خاطر معافیت از مالیاتی گزارش خرداد ماهش گزارش جزایی بوده، تراز مستعد 108% رو تونسته در واقع ثبت بکنه که گزارش جذابی برای این شرکت هست. و خب ملاحظه می‌فرمایید که یک اینترمدیت سودی انجام شده، سهم به تارگت خودش واکنش نشون داده، وارد فاز اصلاحی شده. همین ناحیه 450 تومان یک ناحیه امنی برای این شرکت محسوب میشه به خاطر اینکه یک برگشتی به میانگین متحرک ماهانه خودش داشته و بالای ابر کومو سودی خودش هم قرار گرفته. و هر چقدر که این در واقع سهم به سطوح پایین‌تر برسه نقاط ورود بسیار ارزنده‌ای رو به شما میده. حمایت بعدی 370، اما خب غیر محتمل هست که قیمت تا اینجا بیاد، که اگر اینجا بیاد یعنی دیگه واقعا میشه گفتش که این سهم توی این نواحی یک طلای بسیار زیر ارزنده و زیر ارزش ذاتیه که بخواید خریداری بکنید. اما با توجه به فاکتورهای بنیادی انتظار میره که قیمت توی همین ناحیه 450 تثبیت بده و مجددا یک برخورد به سقف کانال خودش داشته باشه. به خاطر همین تا زمانی که زیر 500 باشه این سهم خریدار خواهد داشت. به خاطر همین انتظار نداریم که اصلاح عمیقی رو بانک ملت ببینه. نماد بعدی مربوط میشه به وقدی، یکی از 5 شرکت بزرگ چند رشته‌ایه که نماد آخری هست تقریبا حضورتون میشه. و این شرکت هم عمدتاً در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و معادن و فلزات اساسی برق و انرژی داره فعالیت میکنه. با این حال 49% از سرمایه روی پورتفوی بورسی، 51% روی پورتفوی غیر بورسی سرمایه گذاری شده و ارزش پورتفوش با رشد 180% به 697 میلیارد تومان رسیده. الان هم هلوهوش 72% داره نسبت پی به نیویشه که داره معامله میشه و نزدیک به در واقع ارزش ذاتی و همگروهی های خودش هست. هر چقدر که این نماد رو روی قیمت های پایین تر شکار بکنید ارزنده تر خواهد بود. حمایت اولی که برای این نماد در نظر داریم حمایت 18000 هست که هم یک عدد رنده، هم قله تاریخی شکسته شده است. انتظار داریم که اصلاح تا این ناحیه ادامه دار بشه و با توجه به اینکه رو میدلاین کانال خیلی بیسازی قوی انجام نشده این اصلاح ادامه دار خواهد بود و تا 18000 میاد و مجددا با توجه به فاکتورهای بنیادیش این ناحیه محتمل هست که تثبیت بشه و یک نوسان مثبتی رو به بالایی رو داشته باشه. امیدوارم که این مطالب برای شما عزیزان مفید بوده باشه. سایر نمادهای مورد نظرتون رو آقا محسن راهنمایی کردن روی بخش 300 سهم سهام منتخب سایت مجموعه به صورت رایگان دسترسیش برای شما فراهم هست. هم تحلیل تکنیکال بنیادیش رو می‌بینید، هم پیشنهاد می‌کنم برای ورودهای جدید توی هفته آینده که شروع و آغاز هفته معاملاتی شما عزیزان هست از پادکست هفتگی و رایگانی که داخل کانال قرار میگیره و تاثیر اخبار فاندامنتال جهانی رو روی سهام بورس ایران بررسی میشه بهره مند بشین. دسترسیش برای شما به صورت رایگان داخل کانال قرار داده شده و پیشنهاد میکنم که استفاده بکنین، هم برای ورودهای جدید هم برای خروج و هم برای اصلاح سبد برای شما مفید خواهد بود. امیدوارم که هفته خوبی رو داشته باشید و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.